واکنش تند روسیه به تصمیم نظامی انگلیس. دیمیتری مدودف معاون شورای امنیت روسیه که سابقا رئیس جمهور این کشور نیز بوده است در پیام رسان تلگرام خود نوشت وزیر دفاع انگلیس اعلام کرده که این کشور قصد دارد نیروهایش را به داخل خاک اوکراین اعزام کند. این اقدام انگلیس یعنی آنها مربیان نظامی خود را به اهداف قانونی برای نیروهای مسلح روسیه بدل می کنند. آگاه باشید که آنها نه فقط به عنوان مزدور بلکه به عنوان متخصصان انگلیسی ناتو بی‌رحمانه نابود خواهند شد. وی در ادامه با اشاره به اقدام آلمان در خصوص ارسال موشک‌های تاروس به کیف گفت آنها میگویند که چنین اقدامی متناسب با قوانین بین‌المللی انجام خواهد شد. بسیار خوب. پس حملات علیه کارخانه‌های آلمانی که این موشک‌ها در آنجا ساخته می‌شوند کاملاً همسو با قوانین بین‌المللی خواهد بود. مدودف در پایان تأکید کرد تعداد رهبران احمق در میان کشورهای ناتو در حال افزایش است. احمق‌هایی که ما را به سمت جنگ جهانی سوم می‌کشانند. طبق گزارش روزنامه گاردین، گراند شاپس، وزیر دفاع انگلیس گفت که با رهبران ارتش درباره یک برنامه آموزشی و استقرار نیروهای انگلیسی در خاک اوکراین برای اولین بار گفتگو و رایزنی کرده است. وزیر دفاع انگلیس پس از آنکه ژنرال پاتریک ساندرز، رئیس ستاد کل ارتش بریتانیا و دیگر پرسنل‌های ارشد را مطلع کرد، گفت من در نهایت امروز راجع به نزدیک‌تر کردن آموزش‌ها و در واقع برگزاری آنها در خاک اوکراین گفتگو کردم. انگلیس پشت اوکراین را خالی کرد، کمک نظامی نمی‌فرستید. در شرایطی که اظهارات وزیر دفاع انگلیس درباره احتمال اعزام نیروی نظامی به اوکراین خبرساز شده است، نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که این کشور برنامه‌ای برای اعزام نیروی نظامی ندارد. منابع رسانه‌ای در انگلیس شامل ایندیپندنت و روزنامه میرور روز یکشنبه خبر دادند که نخست وزیر این کشور هر گونه برنامه لندن برای اعزام نیروی نظامی به اوکراین را تکذیب کرد. طبق گزارش‌ها ریشی سوناک، انتشار گزارش‌ها درباره سخنان گراند شاپس وزیر دفاع انگلیس مبنی بر تدارک لندن برای اعزام نیروی نظامی به اوکراین را اشتباه خواند. ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس با رد احتمال اعزام نیروی نظامی این کشور به اوکراین برای آموزش نیروهای اوکراینی گفت که کشورش فقط در خاک انگلیس در حال آموزش نظامیان اوکراین است. مشاور سابق پنتاگون: آمریکا یا به شکست در اوکراین اذعان کند یا نیرو بفرستد. این اظهارات از سوی داگلاس مک‌گرگور، مشاور سابق وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون مطرح شده است. او در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت که واشنگتن یا باید شکست در اوکراین را به دلیل خطر تشدید تنش‌ها بپذیرد یا نیروهای خود را به این کشور بفرستد. با این حال به نظر مک‌گرگور گزینه دوم بدترین گزینه است. به اعتقاد او ایالات متحده برای چنین سناریویی آماده نیست. او نوشت ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که یا باید بگوییم که دیگر نمی‌توانیم کاری انجام دهیم چون اقدامات بسیار بیشتر از این خطرات جنگ مستقیم با روسیه را در پی دارد یا باعث می‌شود عمیق‌تر درگیر شویم. این مشاور سابق پنتاگون در ادامه نوشت ما آماده نیستیم. ای احمق‌ها صلح کنید. اظهارات این مقام سابق پنتاگون در حالی مطرح می‌شود که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پیشنویس بودجه موقت دولت به مدت 45 روز را تصویب کرد که شامل کمک به اوکراین نمی‌شود. این کار برای جلوگیری از تعطیلی دولت آمریکا انجام شد. رئیس جمهور ایالات متحده از مجلس کنگره کشورش خواسته تا به طور جداگانه کمک به کیف را تصویب کنند. با این حال جمهوری‌خواهان آمریکایی به طور جدی با حمایت بیشتر از اوکراین مخالف هستند. اوکراین رکورد اسرائیل را زد. خزانه آمریکا بیشترین کمک را به کدام کشورها می‌کند؟ کمک مالی به اوکراین با مبالغ ارسال شده به دیگر متحدان ایالات متحده از جمله اسرائیل، اردن، مصر که زمانی بزرگترین دریافت کنندگان کمک‌های ایالات متحده بودند مقایسه می‌شود. طبق گزارش پایگاه اوکراین واچ، بر اساس گزارش رسانه‌ها، حمایت از اوکراین همچنین از حمایت ایالات متحده از تایوان که در پایان ماه ژوئیه بیش از 300 میلیون دلار کمک نظامی دریافت کرد که توسط دولت بایدن وعده داده شده بود، پیشی گرفت. اوکراین از زمان آغاز جنگ با روسیه در فوریه 2022 میزان 66 میلیارد و 200 میلیون دلار پول از آمریکا گرفته است. در سال مالی 2022 و 2023 اردن 2.9 میلیارد دلار، مصر 3.3 میلیارد دلار و اسرائیل 8.6 میلیارد دلار از ایالات متحده دریافت کردند.